Oh. بزنم نجاتم بده از تو اینم هم همه دعا میکنم با دو دست حقیر دلم لک زده واسه آغوش تو چه بارون تندی تو چشم منه چه احساس خوبی دارم پیش تو چه احساس خوبی دارم پیش تو دلم دست به دعاته چشم همش براته خدا به آمدی در خانه قلبم نشستی خانه بوی گل گرفت خوش در این ویرانه بنشستی و این ویرانه بوی گل گرفت چون بدیدی سخت پریشان حالم و سرگشته و درمانده ام مژده دادی با کلامت ای مسی از کلامت خانه بوی گل گرفت با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هست عزیزان با چند دقیقه البته تاخیر اما خوشحال هستیم در خدمت شما هستیم همون گونه که قبلا اعلام کردیم از سه شنبه تا جمعه ما برنامه های خودمون رو خواهیم داشت در شبکه های مختلف همچنین در شبکه امید جاودان در خدمت شما عزیزان هستیم از ساعت 11 ساعت دو بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در شبکه یک هستیم و از سه شنبه چهارشنبه ساعت 11 در خدمتون هستیم البته چهارشنبه رو اختصاص دادیم بیشتر در رابطه با کلام خدا صحبت کنیم و مشروط بر اینکه مایل هستید روی فیسبوک الان ما رو میتونید شیر کنید با دوستانتون و موضوعات دعاتون رو میتونید بنویسید و همچنین سوالاتتون رو تا اونجای دانش من اجازه بده در خدمت شما هستم حتما اینجا روی فیسبوک نگاه خواهم کرد نسبت به دعا و یا سال و میتوانید با شماره تلفن استدیو 818 699 16 15 تماس بگیرید 818 699 16 15 نسبت به موضوع دعاتون که براتون دعا کنیم و اگر سؤالی هستش بتوانیم با فیض خدا جوابگوه سالات شما عزیزان باشیم پنجشنبه رو اختصاص دادیم به مسائل روز مسائل روزه که می در مسائل سیاسی باشه سعی می‌کنم از کنشگران سیاسی استفاده کنم از عزیزانی که میتونن این نظریه رو نسبت به اتفاقایی که میفته داده شده رو نیز از ایشون از اون شخص بگیریم و چه بسا در این رابطه از ایمانداران مسیحی و کشیشایی که فعالیت دارن در این رابطه نیز استفاده بکنیم پس پنجشنبه هم مختص مسائل روز و مسائل سیاسی هستش که همون ساعت 11 شروع خواهد شد و جمعه در شبکه محبت هستیم خب شبکه محبت ما بیشتر برای هموطنان از اون دعا میکنیم گاهی برای چند لحظه درباره ایران صحبت میکنیم اما خب اونجا فقط خدمت من برای دعا برای هموطنان عزیزم ایرانیا هستش اما شما میتونید در اتاق مسائل روز بیشتر ما رو در شبکه خودمون امید جاودان یا روی فیسبوک که گاهی فراخان میدیم و که بتونیم از هموطنان مسیح استفاده کنیم برای به فیض خود در این یک برای آزادی کشور عزیزمون ایران و شبکه یک تشویق می کنم که اگر مایل هستید در تو مسائل سیاسی بیشتر بدونید در شبکه یک و همچنین شبکه امید جاودان رو بیشتر پیگیری بکنید شبکه محبت نوع خدمت ما فقط خدمت هستش که در تو دعا هست در اون شبکه و کلام خدا هستش که گاهی بر حال این عزیزان لطف کردن ما رو تحمل کردن در طول این سالها که چون این شبکه به هیچ شبکه سیاسی نیستش یه شبکه هستش شبکه مشخص هست، شبکه مسیحی هستش پس میل به اینم نداره درباره ایران و مسائل ایرانم گفته بشه از این رو هستش که تشویقت میکنم بیشتر ما رو در امید جاودان در تمام مسائل روز و مسائل سیاسی و شبکه یک دنبال کنید عزیزانی که مایل هستن به ما دست یاری بدن و یا مایل هستید که در سازمان پیشتازان صلح باشید می روی سایت ما برید سایت ما pwoc.church pwoc.church هست هم فارسی هم انگلیسی می توانید مراجعه کنید برای عضویت در این سازمان که هدف ما این هستش که بعد از سرنگونی نظام اسلامی که خودمون نیست حتما دست قوی خواهیم بود چرا که دعا می کنیم و چرا که در کنار اپوزیسیونی که دلسوزانه سوزانه ایستادن ما نیست خواهیم ایستاد شما هستید اما بعد از این در اندیشه این هستیم و این رویایی که خدا من داده حتما در همون زمان شرایط مناسبش رو نیز ایجاد خواهد کرد که بتونیم در خدمت شما خوبان باشیم که با هم دیگه با کمک از معلمین متخصصین دلسوز کمک کنیم که افرادی که بی سرپرست هستن توی ایران افرادی که معتاد هستند بچه های خیابانی و زنان بی که متاسفانه بسیار شدن در ایران اونها رو دستگیری کنید پس تو هم وطن عزیزم اگر چنین رویایی داری میتونی دست به دست ما بدی عضو سازمان پیشتازان صلح بشید که در کنار همدیگه بیستیم این سازمان به هیچ وجه سازمان سیاسی نیستش اما عملکردش در برابر ظلم و ستمی که توی دنیا به طور خاص در برابر ظلم و ستمی که امروز نظام اسلامی ایجاد کرده یک عملکرد سکوت نیست و فقط دعا نیست عزیزان ما فقط دعا رو پیگیری نخواهیم کرد بلکه همت میکنیم تا در یک دلی بتونیم در برابر اون نیروی تاریکی بیسیم و چون خود فیض خداوند با ما هست نور با ما هستش ایمان داریم که تاریکی باطل خواهد شد قبل از اینکه بپردازیم قسمتی از کلام خداوند تو هموطن عزیزم رو تشویق میکنم لطفا با دعای من متعهد شو اگر نیازی هست اگر حاجتی هستش اینو بدون که خدا تو رو دوست داره حتی اگر شما باوری امروز به عیسی مسیح نداریم این رو بدونیم که انتظار مسیح همین نیست که ما در ابتدا او رو کاملا بشناسیم اون گفت من آمدم تا به توسط اون ما خدا رو بشناسیم پس لازم زمان هست لازم هست گوش کنیم و تصمیم گیرنده نهایی خود تو هموطن عزیزم هستی اگر مایل هستید با دائم من متعهد شد و بیا و ببین و بچش خدا نیکوست پدر آسمانی خدای قدوس رو شکر میکنم برای این وقتی که مهیا کردید این که از تو میخوام در نام عیسی مسیح وقت برکت بده ای پدر جان برای جلال نامت آنچه که از کلام میخونیم باعث برکت باشه برای هموطنان عزیزمون باعث بیداری و آگاهی باشه ای خداوندا و اگر عزیزانی که با دعای من متحد هستن نسبت به نیازهای زندگیشون تو که یهوه یای را هستی یعنی مهیا کننده پس مهیا کننده هر نیازی باش برای عزیزان و ای اگر کسی ضعفی در جسمش داره نیاز به سلامتی و شفا داره تو که یهوبر رافا هستی یعنی خدای شفا دهنده دست سلامتی تو بر آنان قرار بگیره و این شفا رو ایجاد کن همچنین دعا میکنم پناهندگانی که ای پرندگان پناهندگان ایرانی به طور خاص که پراکنده هستن ای خدا هنوز بلا تکلیف هستن ای پدر جان تو با فیض ها رو دستگیری کنیم و ای خداوند تو که بلا تکلیفی رو دوست نداری آنها را به اون سرزمینی که اراده خودت هست قرار بدی برای ادامه حیات و زندگی شد و چون همه اینها را در نام مسیح طلب بدیم با ایمان دریافت میکنیم با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم آنچه را که از طرف خدا حتما نیکو خواهد بودش من اجازه بدید که بتونم شما عزیزان رو داشته باشم برای روی فیسبوک ببینم اگر مطلبی نوشتید میتونید با منم تماس بگیرید خوشحال میشم که بتونید تماس بگیرید در کنار که داریم کلام خدا رو میخونیم مشروط بر این که شما عزیزان گواهی دارید چگونه به مسیح ایمان آوردید و این خیلی مهمه خیلی از عزیزان به ما میگن ما نمیتونیم بریم بشارت بدیم اصلا انگار این گیفت رو نداریم اولا این گیفت نیست عزیزان این یک ضرورت هستش یعنی ضرورتی است که خداوند به ما داده تا ما بتونیم با فیض اون این خبر خوش نجات رو به دیگر هموطنان عزیزمون برسونیم پس تشویقتون میکنم اه خوبان اه تماس بگیرید تلفن ما الان باز هستش گواهیاتون رو بدید و این گواهی کمک خواهد کرد تا دیگران به اون امیدی که شما رسیدید که درش بنبست نیست خوشخیالی نیست اونها با اون امید تازه بشن و زندگی که درش امروز میبینن سختی و مشکل هست رو با فیض خدا به خوبی با حکمت الهی نیست پیش ببرن و آنان نیز برای دیگران آینده های دور نیز میتونن یک گواهی داشته باشن آنچه که در کلام خداوند اشاره میکنه نسبت به ایمان ما به مسیح مسلما اکتفا هرگز نکرده به اینکه من اعتراف میکنم عیسی مسیح بهر گناهان من روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد و با یک دعای نجات تعمید من بگم من به مسیح ایمان آوردم ما میتونیم به مسیح ایمان نیاوریم همون که قبلا از من شنیدید در خود کتاب پیدایش 1:26 و 28 وقتی اشاره میکنه خدا انسان رو شکل خود آفرید در اصل اشاره به آزاد بودن انسان میکنه از این رو من معتقد بر این هستم که اولین برکتی که خدا به انسان داده آزادی او هستش چون میگه انسان رو شکل خودم آفریدم و خدا آزاد هست هیچ کس نمیتونه خدا رو کنترل کنه هیچ کس نمیتونه به خدا بگه تو این کارو بکن تو اون کارو نکن مطابق کتاب مقدس من دارم عرض میکنم پس اگر کسی نمیتونه خدا رو کنترل کنه خدا هم نمیخواد ما رو کنترل کنه حتی حتما بازم از من شنیدید هرگز خدا نمیخواد ما او رو اطاعت کنیم چرا که خداوند یک ارتشی رو تشکیل نداده که درش یک پادگانی هست حالا خودش فرمانده هستش به ما میگه این کارو بکن و اون کارو نکن اگر هدف خدا این بود که ما رو کنترل کنه میباید یا ما رو شکل فرشتگان میآفرید که فقط تکبودی بودیم یعنی فقط اطاعت میکردیم از خداوند و یا عضو میخوام ببخشید شکل جانوران با غریزه ما به این جهان میآمدیم که روی اون پروگرامی که خدا در نظر داشت ما زندگی میکردیم و قرار نبود که تفکری کنیم قرار نبود ای داشته باشیم قرار نبود اختیاری داشته باشیم پس خداوند انسان را آزاد آفرید مطابق کلام خدا عرض میکنم و این آزادی رو خدا به توسط روح خودش به انسان داده و انسانی که روح خدا رو داره نه روح حیات فقط روح حیات رو همه انسان ها دارن انسان خوب و بد روح حیات رو داره چرا که زنده است اما گذشته از اون روح خدا رو داره و چون روح خدا رو داره این روح خدا به انسان اندیشه آزاد زیستن رو میده شاید خیلی هستن که روح انسانی دارن به دنبال آزادی هستم اما کدام آزادی؟ اون آزادی که میتواند دیگران رو آزاد کنه اون آزادی که وقتی که شخص به قدرت رسید آیا میتواند باعث برکت برای دیگران بشه که در بند هستن یا فقط به فکر آزادی خودش هست که اون میشه هرج و مرج پس آزادی که خدا میده به تاثیر روح القدس هست از این رو از کلام خداوند اعلام میکنه آنجا که روح خداست آنجا آزادی هستش پس اگر ما به آنچه که در کلام خداوند اشاره میکنه که انسان آزاد آفریده شده مسلما وقتی که عیسی مسیح میگه حتی من مطابق انجیل یوحنا 16 میگه من به خاطر گناهان شما اومدم روی زمین و بهر گناهانتون روی سعیم رفتم و مردم هر کس من ایمان بیاورد حیات داره و حلاک نمیشه این جبر درش نیست این رویای خدا بود که انجام داد رویای خدا که همون ابتدا ما در کتاب پیدایش میبینیم که خدا انسان را آفرید شکل او بشه رویایی که عیسی مسیح در انجیل متی 58 اشاره میکنه که انسان که اعلام میکنه کامل شوید همچون شکل خدا بشه این رویای خدا بود این هدف خلقت برای انسان بود که انسان شکل خدا بشه و اینکه در کتاب مکاشفه 320 اشاره میکنه کلام خداوند که عیسی مسیح در پشت قلب ما ایستاده و میکوبه اگه کسی در رو باز کرد نمیگه من در رو میشکنم میام تو باز نمیخوایم سعی میکنم این <applause> توی چهارشنبه یا توی بابهای های مسائل وقت در اسلام مخواهیم صحبت کنم نگاه داریم در باره سیاست ساله. مثل اسلام نیستش که 1400 سال پیش جبرن توی ایران دیدیم چه عمل کردی که به زور یهودی ها رو مسیحی ها رو زرتشتی ها رو مسلمان کرد با جبر با رب و وحشت هرگز مسیحیتی نیست پس یک انتخاب هست زمانی که یک انتخاب هست تو هم بطن عیزم میتونی بگی بله میتونی بگی نه بگی نمیخوام در با عدن هم همین اتفاق افتاد وقتی که خداوند گفت از این دو درخت درخت نیکوبت و حیات نخورید آدم و هوا میتونستن بگن چرا چون نگفتن چرا به جوابی نرسیدن که چگونه اون مشکل رو حل کنن و اشتباه اول اینجا بود که چرا نگفتن از این رو هستش که میدونیم میشنویم که زندگی که چرا نداره به چگونگی نخواهد رسید برای حل اون پس اگر ایسای مسیح اعلام میکنه در اینجا یوحنا 3.16 و مکاشف 20 داره به ما بهترین پیشنهاد رو میده هیچ جبری درش نیست هیچ جبری درش نیست هم اما زمانی که ما میپذیریم هر چیزی رو نه موضوع باورهای روحانی هستش الهی هستش اعتقادات قلبی ما هستش هر موضوعی رو وقتی ما پذیرفتیم باید مطیع اون بشیم با اینجا دیگه باید بیاد من میباید حالا که پذیرفتم مطی بشم مانند شخصی هستش که به دنبال کار میگرده مسلما هر کجا که استخدام بشه اونجا قوانه خودش رو داره اونجا دیگه پیشنهاد نیست اونجا ضرورت ادامه کار و درآمد اون شخص هستش ما که مسیح ایمان میآوریم به چند نکته که عیسی مسیح اعلام کرده باید توجه کنیم سعی میکنم که در این رابطه به آیاتی نیز اشاره کنم بازم هدف همین هست در کنار این بتونم پاسخگوی اگر سوالی هست از دوستان روی فیسبوک بشم اگر مطلبی رو شما عزیزان بنویسید من پاسخگو خواهم شد و یا موضوع دافعه اینو رو ارز کنم برنامه ما برنامه زنده هست هموطن عزیزم میتونید با ما در تماس باشید خب چند تا موضوعی که عیسی مسیح اشاره میکنه اولین نکته این هست که میگه به یاد آوری ما میدونیم که در انجیل لوقا 22 19 عیسی مسیح به شاگردان خودش اعلام میکنه که را که امشب به عنوان شام خداوند اشای ربانی که انجام میدن در کلیساها عیسی مسیح داره تشبیه میکنه موقعیت خودش از جسمانی که جسم او پاره پاره خواهد شد و تشبیه به نان میکنه که بازم اون نان حیات هستش که صحبت ازش میشه که باعث حیات روح انسان میشه اما اینها سمبولیک نیست و با مثال داره به شاگردان گفته میشه و خونش که ریخته میشه به خاطر این هستش که انسان بتونه نجات پیدا بکنه و هم بدن او پاره پاره میشه و هم خون او ریخته میشه تا انسان به این توسط نیز نجات پیدا کنه با ایمان به عیسی مسیح پس اولین حرکتی که ما به یاد بیاوریم و این دیگه پیشگویی نیستش این ضرورت هست عزیزان در این ضرورت ما باید بدونیم که مدام حالا چگونه من باید به یاد بیارم به توسط کلام خداوند کتاب یوشع 1:8 میگه این کلام از چشمان تو دور نباشد از دهان تو دور نباشد چرا که برای تو پیروزی داره فیروزی داره کامیابی داره موفقیت داره پس این کلام رو بخونم نه به عنوان یک کتاب مذهبی بلکه کتابی که به من حکمت میده دانش من رو زیاد میکنه به من میآموزه من چگونه با خدا رابطه داشته باشم و مطابق اعمال رسونهای یک هش که اشاره میکنه از روح القدس پر بشیم تا آنچه را که مانند یک ویروس درد آور از طرف شیطان به انسان رسید و اون ترس هست انسان فارغ از اون ترس بشه وقتی که ما از قوت روح القدس نیز پر میشیم پس کتاب یوشع یک هشت اعمال رسولان یک هشت نیز میباید در ما باشه ما در او بمانیم و این فقط تنها ضرورتی نیست که ما در عهد جدید ببینیم در عهد عتیق نیست ما شاهد بر این هستیم که مدام خداوند به قوم اسرائیل اشاره به این میکنه که به یاد بیاورید فراموش نکنید که من برای شما ها چیکار کردم حتی این رو به یاد نست آینده خودتون نیز بیاورید در کتاب تسنیه 8 11 رو براتون میخونم کتاب تسنیه در از در کنار اینکه داره اشاره میکنه به آنچه که ضرورت قوم اسرائیل هستش برای ماندن در ایمانشون تاریخ اسرائیل رو نیز داره مرور میکنه اشاره میکنه تصنیه 8 یک رو براتون میخونم میگه تمامی عوامری را که من امروز به شما امر میفرماید حفظ داشته و به جا آورید تا زنده مانده زیاد شوید و به زمینی که خداوند برای پدران شما قسم خورده بود داخل شده در آن تصرف نمایید آیه دوم دوباره میگه به یاد آور تمامی راههایی را که یهوه خدایت تو را در این چهل سال در بیابان راهنمایی نمود یا رهبری کرد اما میایم آیه یازده باز دوباره اشاره به همین میکنه چرا که انسان زود فراموش میکنه شما اگر همین الانم ذهنیت ذهنیتون رو قرار بدید با کسایی که یه تلخی بینتون ایجاد شده اگر یه مقداری این تاریخ دوستی هاتون رو مرور کنید شما متوجه میشید اون افراد بیشتر به شما محبت کردن تا بعدی اما چگونه هستش که با یک اشتباهشون با یک بدی با یک خطا گویا شما ده مورد نیکویی اون افراد رو فراموش کردید ولی اون بدیه تو ذهنتون هستش و این نقطه ضعف انسانی هستش که متاسفانه روح خدا رو نداره و چون روح القدس رو نداره اینگونه در این رابطه به قضاوت بد میشینه پس انسان افسوس که فراموشکار هستش به طور خاص نسبت به نیکویی های دیگران اعلام میکنه آیه 11 پس به هزار باش مبادا یهوه خدای خود را فراموش کنی و اوامر و احکام و فرایز او را که من امروز به تو امر میفرمایم نگاه نداری مبادا خورده سیر شوی و خانه های نیکو بنا کرده در آن ساکن شوی و رمه و گله تو زیاد شود و نقره و طلا برای تو افزون شود و مایملک تو افزوده گردد و دل تو مغرور شده یهوه خدای خود را که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد فراموش کنی و میبینیم مدام تمام آیات بر این هست آیه هیجدم نیز میگه بلکه یهوه خدای خود را به یاد آورد زیرا اوست که به تو قوت میدهد تا توانگری پیدا نمایی تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد چنان که امروز شده هست پس آنچه که مسیح از ما میخواد آنچه که خدای پدر از ما میخواد این هست فقط تعمید نیست عزیزان فقط اعتراف به ایمان نیست بلکه به یاد آوردن کارهای خداوند هستش توی زندگی اون از این رو خیلی مهم هست هم و زمانی که شما توی مشکل و سختی قرار میگیری و ایسای مسیح شما رو از اون مشکلات میرهاند شما این رو با دیگران در میون بگذارید متاسفانه هم من و میدونم خیلی از شبانان دیگه این تجربه تلخ رو داریم که برای عزیزان دعا میکنیم از مشکلاتشون نجات پیدا کنن رهایی پیدا کنن و داریم هنوز دعا میکنیم قافل از اینکه دو ماه قبل سه ماه قبل هفته قبل این مشکل حل شده اما هیچ موقع با ما تماس نگرفتن و خود من بارها شده گفتم برادر خواهر هنوز ما داریم برای مشکل شما دعا میکنیم درست میشه میگه بعد اتفاقا یه ماه پیش درست شد ولی به ما خبر خوش ندادن که درست شد تا تا برسه به اینکه گواهی بدیم یکی از کارهایی که خوبی که کلیسای پسر مسیح انجام میده این هست که یک شنبه هایی که مصادف هست با اشای ربانی من از اعضا خواستم که یکی دو نفر چون دیگه فرصتی شاید نباشه گواهی ایمان خود رو بدن و با گواهی ایمان نیز بتونن هم خودشون تازه بشن هم دیگران رو تازه کنن تو وقتی که هموطن عزیزم گواهی ایمان تو میدی مانند این هستش که گویا عیسی مسیح به شما یه تابلوی خیلی زیبایی داده و این تابلوی زیبا رو شما روی دیوار گذاشتی اما این زیبایی تابلو میتونه به مرور زمان از اون موقعیت اول خودش دور بشه وقتی که شما رو تمیز نمی کنی, گردگیری نمی کنی یه خاکی میاد یه لایه میاد و اون شفافیت اون تابلو دیگه به چشم نمیاد زمانی که من و شما گواهی ایمان میدیم به دیگران این تابلو تمیز میشه دوباره اون زیبایی اول خودش رو داره یعنی برای خود ما نیز میتونه خوب باشه هم وطن عزیزم پس گواهی بده میتوانید با شما تلفن 818 699 16 و 15 تماس بگیرید و ما از گواهی شما برکت بگیریم از اتاق فرمان یاسر عزیزم که سپاسگزار هستم کارگردانی این برنامه رو دارن خواهش میکنم یکی از سرودهای خوب مسیحی که عیزان تهیه کردن رو بذارم ببینیم میریم برمیگردیم با شما خوبان هستیم توی این فاصله که با شما هستیم از کلام خدا میاموزیم خوشحال میشیم با شما عیزان صحبت کنیم سپاس از اینکه اجازه میدید عزیزان مهمان مناظر شما خوبان باشیم و عزیزان که روی فیسبوک هستین خواهش کنم ما رو شیر کنید با دوستان خودتون برنامه ما برنامه زنده هست یک بار دیگه عرض میکنم هر چهارشنبه ما در استودیو هستیم برای اینکه کلام خدا رو بگیم سعی میکنیم حتی چهارشنبه شنبه ها از عزیزانی استفاده کنیم و از تو هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردی اگر مایل هستی نسبت به گواهید صحبتی رو کنید می میتونید روی تلفن بیاد و اگر از قبل هماهنگ کنید سپاسگزارم میشم که بتونید روی اسکایپ شما رو داشته باشیم عزیزانی که دور و نزدیک هر کجا هستید نیز در کنار همدیگه باشیم این خدمت خدمت یک نفره نیستش ما تیمی هستیم که تشبیه به بدن مسیح هستش و همه ما قسمتی از این بدن هستیم بتونیم در کنار همدیگه پیش بریم برای اینکه این امنیت این آرامش این امید زندهی ای که خداوند به ما داده این رو به دیگران به گوش دیگران برسونیم هیچ جبری هم نیستش دوست عزیزی از ایران برای من پیامی گذاشته بودن که شما هدفتون اینه که ایرانی ها رو مسیحی کنید فقط نوشتم براش خیر چرا که هدف ما این نیست که مردم باور ما رو باور کنن هدف ما این هستش که در این خدمت آنچه را که دیدیم آنچه را که چشیدیم آنچه را که به تجربه از عشق و محبتی که به توسط مسیح نصیب ما شده با مردم در میون بگذاریم همین اگر دیگران که شنونده هستند میل به این دارن که بیشتر بدونن دربارهش صحبت خواهیم کرد جلوتر از این نخواهیم رفت همون گونه که در ابتدا اعلام کردم خدا انسان را آزاد آفریده ما هیچ حقی نداریم آنچه را که باور ما هست را تحمیل دیگران کنیم خیر من میلی به این دارم کشور عزیزم ایران آزاد باشه حتی برای شیطان پرستم آزاد باشه چون اون شخصم خدا آفریده خدا بهر هدف مقدس او را آفریده وقتی ما اعلام میکنیم ما مذهبی نیستیم هم وطنان عزیز اشاره ما به این هستش که ما روی جبر میل به این نداریم عقیده کسی رو بپذیریم حتی اگر بگن عقیده خداست تو باید جبران قبول کنی من شخصا چنین تعلیمی رو نخواهم داد چون من به آزادی که خدا من داد و منو تحمل کرد به مسیح ایمان آوردم دختر من رو خداوند شفا داد زندگی من رو عوض کرد اما من به مسیح ایمان نیاوردم قرآن رو میگرفتم تو دستم کلیسای جماعت ربانی خیابان طالقانی میرفتم اونجا و با معلمین و کشیش های اونجا که ارمنی بودن بحث میکردم حتی این اشتباه من بود اما این تحمل و عشق اینها بود اینا من تحمل کردم و فراموش نمیکنم یکی از معلمین که من با اون بحث میکردم و قرآن تو دستم بود به من گفت بگو بینم من به تو گفتم بیا تو این کلیسا گفتم نه گفت کی تو رو فرستاده گفتم ایسای مسیح گفت کی دختر تو شفا داده گفتم ایسای مسیح گفت کی زندگی تو رو عوض کرده وقتی میای تو کلیسا شاد هستی گفتم ایسای مسیح گفت برو دوباره خودش سوال کن و زمانی که من دوباره در حضور خداوند یک شب واقعا وقت گذاشتم رفتم این جواب رو گرفتم حقیقت اون زمان برای من آشکار شد حقیقت رو مسیح برای من آشکار کرد ما فقط گواهی میدیم گواهی زندگی خودمون رو میدیم ما گواهی کار مسیح رو میدیم عزیزان که دو هزار سال پیش بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد ما اینجا نیستیم که باور خودمون رو حتی این باور کتاب مقدس رو به شما تحمیل کنیم چنین اجازه ای رو نداریم هر زمانی که این کار رو کردیم ما خودمون رو توی اون دار مذهب میبینیم یعنی تموم شد کار ما دیگه کار ما تموم شده است اینجا هستیم تا خبر خوش نجات رو بدیم اگر کسی پذیرفت خوشا به حالش اگر کسی هم نپذیرفت خوشا به حالش چون که آزاد اون شخص آزاد هست اگر حقیقتا اون آرامش و اون امنیت رو اون حس خوب زندگی رو یک انسانی داره مسلما و میبینه عرایز من و همانند من واعظین دیگه به دردشون نمیخوره بی جبری نیستش که بیست ما فکر کنید اگر اینگونه بود مطمئن باشید که امروز مسیحیت هم مانند خود اسلام بود با روب و وحشت با ترس با نگرانی باید شخص ایمان میاد من امروز ایسای مسیح رو انتخاب کردم چون مسیح آزادی رو به من آموخت آزاد اندیشی رو به من آموخت و امروز ما اینجا نیستیم که با عرایزمون هموطنان عزیزمون اعلام کنیم که شما باید مسیحی بشید هرگز 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 مسیحیت هم میدونیم که این مردمانی بودن که در همون قرون اول مسیحیت این لقب رو این موقعیت و این واژه رو روی ایمانداران مسیح رو داشتن مسیح گفت بیاید شاگردان من بشید در انجیل متی 28:19 کلام خداوند اعلام میکنه که برویم و قومها را رو بشارت بدیم یعنی به اونها بگیم چه اتفاقی افتاده از این ترست از این رنجت از این غمت از این همه تلخی ها از این همه ضعف از این همه دروغ از این بنبست ها از این خوشباوری ها از این وعده های دروغینی که داده شد از این حس حقارت از اینکه نمیدونم چه کار کنم از این بیحکمتی ها و از این که نمیدونم آیا آینده من رستگار خواهم شد این دنیا که دنیای خوبی نبود در من آینده من چی میشه از مذهب و خرافات و جه نیز آزاد بشیم و این پیام هست خدا انقدر ما رو دوست داشت که بهترین خودش داد در این ما یگانه شو بداد و اون عیسی مسیح بود که به ما داد تا ما نیز هلاک نشیم او جونشو داد تا ما روحمون رو نیز اجازه ندیم هلاک بشه ولی اینجا بین آنچه کاری مسیح انجام داد و من یک تصمیمه و این تصمیم رو خود شخص باید بگیره عزیز بیشتر از این نیستش هموطن عزیزم قصد ما نیست این نیست که بگیم میخوایم ایرانی ها مسیحی بشن مسلما هر انسانی آنچه را که میچشه تجربه میکنه میبینه یک انسان عادل دوست داره دیگرانم اونو بچشن حتما همه ما تجربه داشتیم توی جایی رفتی اینقدر زیبا بوده اینقدر خوب بوده اینقدر بهت خوش گذشته گفتی ای وای کاش که همسرم اینجا بود کاش که زن و بچه هم اینجا بود یا برعکس کاش که مردم اینجا بود بچه هم اینجا بودن پدر مادرم کاش که اینجا بودن خواهر برادرم اینجا بود مگر غیر از این هست آرزوی دل ما این هست که هموطنان عزیزمون آنچه را که ما چشیدیم اونها بچشن اما این جبری نیست هموطن عزیزم این با عشق این با محبت و این عشق و محبت هم فقط به توسط روح القدس هست نه با طرز فکر انسانی نه با انرژی درمانی نه با گفتار درمانی هموطن عزیزم فقط کافی است مسیح گفت در انجیل یوحنا 8:32 میگه حقیقت را بطلبید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد و چون آزاد شدید به چهار نکته اشاره میکنه عیسی مسیح که امروز درباره یکی از اون نکات صحبت کردیم که به یاد آوریم مطابق انجیل لوقا 22 19 کار مسیح رو به یاد آوریم که مسیح جانش رو برای ما داد مسیح جانش رو برای ما داد بدنش پاره پاره شد خون او ریخته شد عزیزان آب دهان بر صورت او پاچیدن تا ما امروز آزاد بشیم چرا که هموطن عزیزم عیسی مسیح نمرد که بمیره که بمیره و الان مرده باشه عیسی مسیح بهر گناهان بشریت مرد و قیام کرد تا منو تو قیام کنیم هموطن عزیزم هرگز 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 کلیسا فقط برای کسایی نیستش که مسیحیان کلیسا برای همه است متعلق به کشیش نیست متعلق به رهبران کلیسا نیست متعلق به خود خدا و تو هم وطن عزیزم هست با هر باوری که هستی با هر باوری که هستی اگر شما کلیسا پسن مسیح تشریف بیارید یا اگر اومده باشید دیدید عزیزانی اومدن که اصلا باور نداشتن هیچی باور نداشتن بهایی های عزیز اومدن تو کلیسای ما مسلمانان عزیز اومدن تو کلیسای ما از هر قشر و هر باوری آمدن در کلیسای ما کلام خدا رو گفتیم هرگز تا به امروز اجازه اینو نداشتیم و نخواهیم داشت که بر کسی داوری بد کنیم قضاوت بد بکنیم هموطنان عزیزم ما ایران دوست هستیم مردم دوست هستیم خدا دوست هستیم و این عشقی هستش که خدا به ما آموخته هم آموز و هم قدرت و تواناییشو به ما داده مطابق انجیل مرقس ده که اعلام میکنه 28 تا 31 میگه همونقدر که خودت تو دوست داری یعنی درک میکنی چقدر خودت تو دوست داری درسته خدا رو همسایت دوست داشته باش که ما اینو توی فرمول خ 11 سال هست داریم تعلیم میدیم خودم خانواده خلق خدا اول و دومم نداره بستگی داره حکمت در اون زمان در اون موقعیت کجا میتونه اولویت باشه الان اولویت برای من خدا و خلق خداست از کلام خدا میگم و برای خلق خدا میگم اینجا که تموم بشه اگر برم گرسنه هستم میخوام خوراکی رو بخورم خودم هستم وقتی رو با خانوادم میذارم خانوادم هستش پس به دنبال این بازی ها نرفتیم اینا بازی های مذهبه اول خدا همش خدا بابا چرا شعار میدیم خود خدا هم این گونه نگفته چرا ما این گونه فکر میکنیم چرا آزاد نمیشیم از مذهب چرا حتی توی بعضی موقع تو مسیحیت هم ما میبینیم که تصمه های مذهب هنوز هست مسیح گفت به یاد آورید کیو به یاد بیاریم عشق مسیح را به یاد بیاریم اونجایی که عیسی مسیح رو آب, آب دهان بر صورتش ریختن فهاشی کردن شلاق زدن دست و پای او رو سوراخ کردن پهلوی او رو بریدن تاج خار بر سرش گذاشتن و روی صلیب گفت خدای پدر از گناه اینان بگذر زیرا اینان نمیدانند محبت همه رو باور میکنه و مسیح همه رو باور کرد که اونها نمیدونن برایشون قضاوت بد نکرد مسیح میگه به یاد بیارید به یاد بیارید روی صلیب چه گفتم نکاتی که گفتم رو به یاد بیارید مطالبی که گفتم رو به یاد بیارید اگر به مسیح ایمان آوردی از این به بعد این ضرورت هایی که کلام خدا احکام مسیح هست رو می باید به یاد بیاریم سه نکته دیگه هست در این رابطه اول به یاد می آوریم نکات دیگه رو سعی کنم در هفته های دیگه بهش بپردازم تشویقتون میکنم چهارشنبه دیگه با ما باشید برای ادامه نکات بعدی نسبت به آنچه که بعد از ایمان آوردن ضرورت زندگی یک مسیحی خواهد شد سپاسگزار هستم از اتاق فرما یاسر عزیزم تک تک شما عزیزان فردا برنامه ما برنامه خواهد بود ساعت یازده حتما با یکی از کنشگران و یا مفصل سیاسی خواهیم بود در رابطه با ایران صحبت می کنیم هموطنان عزیز لطفا ما رو تعقیب کنید برنامه ما رو و خواهش این هست دست یاری بدید در نظر مالی چرا که نیاز داریم برای ادامه این خدمت هموطنان عزیز به کمک های مالی شما و بتونیم بریم روی ماهواره اگر بریم روی ماهواره من ایمان دارم که بسیار تاثیرگذار خواهیم بود به توسط روح چرا که جزء شبکه های بسیار متفاوت هستیم در شبکه های مسیحی خودمون رو محدود نکردیم هم وطنان عزیز یکی از اون موضوعاتی که همیشه منو نگران میکنه این هست که مبادا ما مذهبی بشیم پس با این نگرشی که سالهاست دارم من در خدمتم در مسیحیت شما عزیزان رو تشویق میکنم اگر به نجات ایران و ایرانیان اندیشه میکنید دست یاری به ما بدید اگر مایل هستید و ما کمک کنید میتوانید روی سایت ما pwoc برید pwoc.church برید و اونجا کمک های مالیتون رو بکنید با از ویزا کارت و کردیت استفاده کنید در انتهای سال برای شما نامه خواهد اومد که کمک خواهد کرد برای تکس شما و اگر مایل هستید که چکی رو بدید چک رو به نام PWOC میدید به آدرس 74 75 فالبروک نیام وست هیلز زیب کدش هم هست 91 307 91 307 و اگر مایل هستید با من تماس بگیرید لطفا مسج بذارید اگر مسیج نذارید نمیتونم با تون صحبت کنم چون تلفن های بسیاری دارم و پوزش میخوام از اینکه همه تلفن هم نمیتونم جواب بدم 818 716 4 تا 818 716 4 تا تماس بگیرید و در رابطه با موضوعات مختلف من در خدمت شما عزیزان هستم شما عزیزان رو به دستان پرفیز خداوند میسپارم فیض و قوت خداوند پیوسته با شما خوبان باشد و بماند تا ابد در نام عیسی مسیح آمین ها فقط عشق میتونه نجاتم بده اونم عشقی که از تو تو قلبمه دارم عاشقونه صدات میزنم نجاتم بده از تو این هم همه دعا میکنم با دست حقیر دلم لک زده واسه آقوش تو چه بارون تندی تو چشم منه چه احساس خوبی دارم پیش تو چه احساس خوبی دارم پیش تو دلم دست به دعاته چشم هممش اش براته خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاه